احتمالا برای شما پیش اومده که با مشکل نیم سوز شدن واشر سرسیلند یا سوختن اون مواجه شده باشید تو این صورت خودرومون سر حال نیست و مثل گذشته توان لازم رو نداره تو این ویدیو قرار من دلایل و علائم سوختن واشر سرسیلند عواقب سوختن واشر سرسیلند و راه های جلوگیری از سوختن واشر سرسیلند رو تو این ویدیو به صورت کامل توضیح بدم اما قبل اینکه بخوام به این موارد اشاره کنم من یه توضیح کوتاهی رو در رابطه با خود واشر سرسیلند و وظیفه اون یه توضیح کوتاهی رو ارائه بدم بعد بریم سراغ این مسائل ببینید موتورهای احتراق داخلی به طور کلی از دو تا قسمت در واقع تشکیل شدن قسمت بالایی که ارتفاع کمتری داره و سوپاپا و میل سوپاپ توی این بخش قرار دارن به سرسیلن مشهوره و قسمت پایین که به بلوچ سیلند یا بدنه موتور در واقع اینا مشهورن که شامل بلوچ موتور، میلنگ، شاتون و پیستون میشه این دوتا بخش هم که وقتی بخوان روی هم قرار بگیرن باید با یه چیزی این دوتا قسمت آب بندی بشن که واشر میاد این کار انجام میده این ها هم از جنس مقاوم و در واقع نسوس ساخته شدن که اینا میتونن دماها و فشارهای بالای موتور رو در واقع تحمل کنند که زخامت خیلی زیاد نداره و میتونه این در واقع دماها رو تحمل کنه اون حفره هایی که روی این واشره قرار داره دقیقا با حفره های کپ رو در واقع بدن موتور در واقع اینا منطبقن این واشه 4 تا وظیفه اصلی رو توی موتور خود رو در واقع براهده دارن که اولیش حفظ فشار درون سیلند در محدوده بهینه برای جلوگیری از افت راندمان موتور دومیش دو هم تعیین مسیر گردش آب و روغن برای خونشکاری و روانکاریه سومیش جلوگیری از مخلوط شدن آب و روغنه رو میشم جلوگیری از خارج شدن گازهای احتراق از سرسیلندره اه حالا اه بعضی هم میگن که آقا ماشینم واشر زده که این در واقع یه اصطلاحیه که برای سوختن واشر سرسیلند در واقع به کار میره ولی خب بعضی وقتا میشه که این دما از اون محدوده مزادش عبور میکنه و باعث میشه که این واشر دچار آسیب و خرابی بشه این قطعه به ظاهر ساده ولی به شدت مهم مثل سایر قطعات خود رو یه عمر مفیدی داره که یکی از دلایل واشر زدن تموم شدن عمر این واشر در صورتی هم که این واشر دچار خرابی و سوختن بشه دیگه نمیتونه اون سهار تا وظیفه مهم رو توی خود رو انجام بده و باعث میشه که آب و روغن با هم مخطوط بشن و یک سری مشکلات دیگه حتی برای خودرومون به وجود بیاد اما در صورت سوختن یا نیم سوز شدن این قطعه یک سری علائم و نشانه در واقع این واشر از خودش بروز میده که ما میتونیم متوجه بشیم که احتمالا این واشر دچار خرابی و مشکل شده اولین نشانه بد روشن شدن خودرومونه اگه واشر سسلند ماشین شما ایراد داشته باشه این احتمال وجود داره که شب بعد خاموش شدن خودروتون به تدریج مایع خونش کننده یا همون آب رادیاتور از فضای اطراف سیلند به داخل محوضه سیلند نش پیدا کنه و بخارات اون روی نچه الکترود شم خود رو بشینه و به همین دلیل که شما وقتی که میخواد استارت اول رو بزنید بعد چند ساعت خاموش بودن موتور این در واقع خودرومون روشن نمیشه و در استارت دوم هم خودرومون با مشکل لرزش و حتی ریپ زدن در واقع همراهه که این میتونه یه نشانه خیلی مهم از نیم سوز شدن واشر سرسیلن باشه نشانه دوم و مهم کم شدن آب رادیاتوره ببینید اگه فش میکنه که خودروتون زود به زود آب کم میکنه و از قسمت های مختلف مثل ها رادیاتور و واترپومپ و لوله های مربوطه نشتی وجود نداره این احتمال و حدس رو میشه زد که این در واقع واشرس اصلا دوتار ایراد و مشکل شده که باعث میشه این آب یا مایه کننده وارد محوضی سلند بشه و باعث میشه که این مایه کننده به صورت بخار در بیاد و در قسمت رادیاتور هم این آب دائما در حال کم کردن باشه نشانه سوم خروج دود سفید از اگزوز که این هم میتونه یه نشانه واضح از خرابی واشر سرسلند باشه اگه واشر سرسلند در واقع سوخته باشه آب رای طور به داخل سیلندر نفوذ میکنه و همراه با مخلوط سوخت هوا در مرحله انفظار سیلندر به بخار تبدیل میشه و با باز شدن سوپاپ ها دود به صورت بخار سفید رنگ از اگزوز خارج میشه. ساها رو می نشانه باد کردن و متورم شدن شیلنج های مربوط به آب موتور. یکی از اون وظایف واشر اصلا که به اشاره کردم در واقع ممانعت از خروج کمپرس سیلند هنگام بالا اومدن پیستونه. این کمپرس یا همون هوای فشرده درون سیلند نباید از درز بین سرسیلند رو بدنه موتور خارج بشه اگه این واشر دوسار مشکل بشه یا دوسار سوختگی بشه کمپرس موتور وارد مزاری خونش نمیشه و این مسئله میتونه روی شرنش های آب موتور فشار وارد کنه که در صورت زیاد بودن میزان نشتی کم کم شلنج ها متورم میشن و حالت باد کرده پیدا میکنن پنجمی نشانه مخلوط شدن آب روغند و روغن و وجود حباب های هوا روی قسمت در رادیاتوره در صورتی که سوختگی واشر سرسیدن زیاد باشه آب و روغن از مزاری مخصوص خودشون خارج میشن و حتی حباب های هوا روی قسمت در واقع رادیاتور تشکیل میشه که اینم وقتی خودرومون روشنه قابل مشاهده است نشانه ششم و خیلی مهم افزایش گیریادگی دمای موتور خودرومونه اگه سیستم خونشکاری خودرومون ایرادی نداشته باشه دمای موتور از یه محدوده خاصی در واقع بالاتر نمیره در صورتی هم که این واشر سرسلند و سار ایراد مشکل شده باشه این دمای موتور به صورت غیر بالاتر میره با وجود اینکه سیستم خنشکاری خودرومون هنوز سالمه ولی این دما بالاتر میره که این نشون میده احتمالا واشر اصلا نیمسو شده یا حالت سوختگی به خودش پیدا کرده حالا میرسیم به دلایل اینکه چرا واشر خودرومون دو سال سوختگی و نیمسو شدن میشه ببینید این ها مثل هر قطعه دیگه توی خودرو یه عمر مشخصی دارن که اینا بعد یه مدت که خود رومون کار میکنه دوثار سوختگی و خراب شدن میشن که یکی از دلایل مهم سوختن نباشه از اصلن تموم شدن عمر ایناست دلیل دوم و خیلی مهم افزایش دمای موتور خودرومونه اگه ما بیایم به خودرومون فشار بیش از حدی رو وارد کنیم و یا شتابگیری های ناجهانی رو توی خودرومون انجام بدیم این باعث میشه که دمای موتور در واقع از حد استاندارد خودش بالاتر بره و این دمای بالاتر باعث میشه که این واشه نتونه دیگه اون دما رو تحمل کنه و دوتار سوختگی و خرابی بشه و حالا یه سری از اون عوامل هم هستن که از دست ما خارزه و حالا اینا در اثر مرور زمان و کاشد خود رو یک سری از اون قطعات سیستم خونشکاری خود رو دو مشکل رو ایراد میشن که باعث میشه دمای موتور زیادتر بشه مثل خرابی ترموستات خرابی فن هوا داشتن در واقع رادیاتور استفاده نشدن از ضد یخ در فصل تابستون خرابی واترپون و قسمت های مختلف سیستم خونشکاری خودرومون از عواملی هستن که میتونن باعث بشن که این واشر تا دوچار خرابی زود بشه و ما مجبور بشیم این رو تعویز کنیم سوختن واشر سرسن چه عواقبی میتونه برای خود رومون داشته باشه ببینید وقتی که این واشر حالا به هر علتی دچار سوختگی میشه میتونه باعث مشکلات مختلف توی خود رومون بشه و در بهترین حالت خود واشر سرسن میسوزه و حالا مشکل جدی تری ایجاد نمیکنه ولی اگه سوختگی واشر سرسیلند زیادتر باشه باعث میشه که حتی بلوچ موتور و سرسیلند و ساره تغییرشش بشن در اثر فشار و دمای زیاد راه های از کاهش عمر و سوختن واشر سرسیلند ببینید سوختن واشر سرسیلند میتونه برای هر خود روی اتفاق بیفته ولی ما میتونیم با یک سری نکات ساده از سوختن و کاهش عمر اون زلاجری کنیم یک سری حالا عوامل هستن چه گفتم به خود ما بسته داره که ما اه، اه، نیایم فشار بیش از حد و شتاگیره های ناجهان رو روی خود رو در واقع انجام بدیم که این باعث میشه دمای موتور از حد استانداردش بالاتر بره و باعث سوختن این واشر بشه یک سری عوامل دیگه هم مثل شکستگی پروانه فن و یا نشتی سیستم خونچکاری از دست ما خارجه و حالا ما متوجه این مسئله بعدا میشیم که احتمال داره حالا وقتی ما دیدیم که دمای موتور داره یواش یواش زیاد میشه ما باید مشکل رو در واقع پیدا کنه و نذاریم که دمای موتور از حد استانداردش زیادتر بالا بره در صورت مواجه شدن با این مسائل شما میتونید با یه سری نکات ساده از افزایش دمای موتور خودرو جلوگیری کنید و نذارید که این واشر دچار خرابی و سوختن بشه یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که همیشه از ضد یخ توی خودروتون استفاده کنه یه سری دوستان میان فقط توی فصل زمستون از ضد یخ استفاده میکنن که این اشتباه شما باید در تمام فصول سال از ضد یخ استفاده کنید ضد یخ هم ضد زوشه هم ضد خوردگی و هم ضد یخ در واقع کارهای مختلفی رو این ضد یخ انجام میده که باعث میشه دمای انزمات و دمای جوش آب زیادتر بشه و آب دیرتر به جوش بیاد که این میتونه باعث بشه که این واشه در واقع دوچار سوختگی و خرابی نشه پس همیشه سعی کنید در فصل تابستون هم از ضد یخ استفاده کنید و یه نشته خیلی مهمی که هست هیچ وقت به روتون فشار زیاد رو نیارید استفاده از دنده نامناسب توی سربالایی ها شتابگیری های ناجهانی اینا میتونن عوامل زمین ساز خرابی واشر سرسلن توی خودرومون باشند. باشن ممنون از توجهتون فعلا تا